سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه بحثمون و بریم یه مثال دیگه با هم دیگه بزنیم توی دیم کاستومر. ما یه ستونی داریم به نام ایمیل آدرس. این ایمیل آدرس به نوعی میشه گفتش که از سه قسمت تشکیل شده. یه آیدی کاربر است که قبل از ادساین نوشته شده، بعد از ادساین یه ادونچر ورکس تقریبا برای همشون هم ثابته اشتباه نکنم، و در آخر هم یه دات کام. فرض کنید شما میخواید این ایمیل رو پاک کنید و فقط آیدیش رو نگه دارید، یعنی ادسان ادونچر ورکسش دات کامش رو بردارید. توی ترانسفورم ما یه چیزی داریم به نام اسپیریت کالم، توی اد کالم نداریم اینو، خب فقط تو ترانسفورم داریم. اما تو اد کالم بچه یه چیزی داریم که با اون میتونیم این کار رو بکنیم و راجعش صحبت بکنیم. اول بریم سراغ ترانسفورم. گفتم ترانسفورم اکشنه که اینجا وجود داره اوورایت میکنه، یه ستون جای درست نمیکنه. میام اینجا اسپلیت کالم رو میزنم، میگه با چی میخوای اسپلیت بکنیم؟ میگم با دلیمیتر. من قرار هرچه قبل اد ساینر رو نگه دارم دیگه، خب دلیمیتر رو میزنم. میام اینجا خودش خودکار میگه دلیمیتر ادساین منظورته؟ میگم آره ادساین منظورمه. گزینه بعدی میگه از سمت چپ میام اولین باری که ادساین رو دیدم دلیمیت کنم، جدا کنم، یا از سمت راست اولی، یا هر دفعه که یه دونه ادساین میبینم جدا کنم. منظورش چیه؟ یه مثال به عنوان ببینیم. ببین بچه ها، فرض کنید یه همچی چیزی شما دارید، مثلا یه دونه ادساین، یه ادساین دیگه، یه ادساین دیگه، مثلا این. اگه بذارم رو اولی از سمت چپ شروع میکنه، میرسه به اولی، خب چیکار میکنه؟ اینو جدا میکنه، میکنه یه دونه، این پیستا رو به من نگه میداره. از سمت چپ این اولین چیزی که تا دلیمیتر رو نگه میداره، خب یعنی کل این ستون رو پاک میکنه، اینو نگه میداره. سمت راستی چیکار میکنه؟ سمت راستی اینو نگه میداره، یعنی از سمت راست اولین دلیمیتری که میبینه اونجا استاب میکنه کارو. آخری چیکار میکنه؟ آخری میاد تو هر دلیمیتر جدا میکنه، اینو جدا میکنه، اینو جدا میکنه، اینو جدا میکنه و اینم جدا میکنه. ما اینجا چی رو میخوایم؟ ما اینو میخوایم. پس میگم از سمت چپ اولی. اوکی رو میزنم. نگاه کنید آیدی رو نگه داشت. یه ستون جدید هم اینجا اضافه کرد برای ما و adventureworks.com رو برد اونور. خب عملا بچه یه ستون جدید اضافه کرد. پس تو ترانسفورم این اسپلیت کالم میاد اون ستون قبلیه رو کلن ورمی داره، دو تا ستون جدید جاش اوورایت میکنه. این با اد کالم فرق میکنه. تو اد کالم بچه ها ستون سورسمون سر جاش میمونه، یه اضافه میکنه، ولی تو ترانسفورم اوورایت میشه، ستون قبلی کاملا از بین میره. من اینو برمیگردونم. خب پس فرقش رو متوجه شدید که تو این دلیمیتر این حالتهای مختلف چیکار میکنه. حالا بریم یه گزینه دیگه اینجا وجود داره به نام اکسترکت. این اکسترکت ها تو اد کالم هم هست، دقیقا همونه. خب پس بریم بیا کار کنیم راجع به اکسترکت اد کالم صحبت کنیم. میخوام یه ستون اضافه کنه. میگه هم میتونم طول شو بدم. ببین الان من اینو بزنم، خب چه اتفاقی میفته؟ بذارید من اینو بزنم، یه چیز جالب میبینید. یه ستون اضافه میشه، یه سری عدد توشه. این چیه؟ این یه ستون اضافه کرده، طول کاراکترهای این خونه رو اینجا نوشته، یعنی 25 کاراکتره. پس اولین اکسکتی که دیدیم این بود. بریم بعدی رو ببینیم دیگه چی داره. First characters میگه اینو که بزنید میگه چند تا کاراکتر اول رو من جدا کنم. مثلا من میگم سه تا کاراکتر اولش رو میخوام. یکم سه تا کاراکتر اول هر کدوم از سلولا رو آورد بیرون. بعدی چیه؟ لاست کاراکتر از آخر کاراکتر هر چند تا بخواید رو جدا میکنه.
رنج هم مشخصه، از این کاراکتر تا این کاراکتر. تکست بیفور دلیمیتر، هر تکستی قبل از دلیمیتر. من اینو میزنم، میگم که قبل از دلیمیتر ادساین، خب هر چی بود و جدا کن، میشه این آیدیه دیگه، یه ادوانس هم داره. میگه که چند تا دلیمیتر رو بتونم اسکیپ کنم. شاید اگه مثلا میگم تو این مثاله، من میگم که دوتا دلیمیتر اول رو بیخیال شو، سومی رو لحاظ کن، میاد اینو جدا میکنه. ولی اینجا هم صفر میذارم، باشه، چون من قبل ادساین رو میخوام. اوکی میکنم، یه ستون اضافه کرد، یا کنید آیدیا رو آورد. این هم بذار پاک کنم. افت دلیمتر بعد دلیمتر رو اضافه میکنه، بیتوین هم داره، بیتوینش رو حال اینجا استفاده کنیم. من میگم میخوام اون چیزی که بین ادساین و دات اتفاق میفته رو برای من بیاریم، میشه این adventureworks.com، میشه adventureworks بخشید، بین دات و ادساین. این هم همونو میکنی، یا کنید adventureworks رو جدا کرد بین ادساین و دات. خب من اینو برمیگردم. خب بریم سراغ موضوع بعدی که میخوام راجع به صحبت کنیم. فقط برای موضوع بعدی من یه دیتا ست جدید باید بیارم. خب ادونچر بوکس 2015 رو بچه ها ایمپورت کنید توی پروژهتون. خب فایلش رو بهتون دادم تو همون لینک گیت هاب، این اوکی کنید. خب من این اولش رو پاک میکنم، فقط سریزش بمونه. خب من یه ستون دارم به نام order date، یادم دارم به نام stack date. میخوام چیکار کنم؟ میخوام ببینم که آیا این مقادیرش درسته یا نه. خب یه حرکتی میزنم، یه لحظه از خواهی میکنم. توی ویو یه چیز داره به نام کالم کوالیتی، میاد کیفیت هر ستون رو بررسی میکنه، بهتون میگه چجوری. من تیکش رو میزنم. خب اینجا داره به من میگه که 100% این مقادیر ولیدن، این هم 100%ش ولیده، هیچ اروری یا خالی نداره، سلول خالی هم وجود نداره. خب حالا من اینو الان تایپش دیت دیگه، درسته؟ اوکی، اینم تایپش دیت. یه مواقع بچه ها امکان داره یه اتفاقی بیفته تو فایل شما، اگه دیدید این فرمتش درسته ظاهرم ولی ارور دارید، میتونه به یک دلیلی باشه. دلیلش چی میتونه باشه؟ من از این حالت در بیام برگردم، من اپلای میزنم برگردم توی پاور بی آی. خب این اپلای چنج رو میزنم، بذار سب بکنیم. توی کوئری ادیتور نباید بمونید، اینا ایمپورت بشه بیاد. پس اگر فرمت تاریختون درست بود ولی خطایی وجود داشت، میتونه به خاطر تنظیمات منطقه زمانیتون باشه. توی فایل بیا تو قسمت آپشن و سیتینگ، توی آپشن یه سه تنظیمات داره به صورت گلوبال، یعنی کلی رو پاور بی آی اعمال میشه، یه سه تنظیمات داره رو فایلی که الان دارید داشت کار میکنید. اینجا گزینه است به نام ریجینال سیتینگ. اگر این گزینه چیزی غیر از یونایتد استیت باشه، مثلا باشه روی یوکی باشه، مثلا روی بریتانیا باشه، اون وقت اون فرمت تاریختون به هم میریزه. چرا این اتفاق میفته؟ اینجا رو نگاه کنید بچه ها، فرمت انگلیسی ها برای یه ده حقیقت تاریخ اینجوری که اول از سمت چپ روز ماه ساله، اما آمریکایی ها نگاه کنید. پس همیشه حواستون به فرمتش باشه. مثلا اینجا میگه که کره‌ای ها، چینی ها و ایرانی ها این فرمت می نویسن. پس به این نکته دقت بکنید که فایلتون دقیقاً اون ریجینال سیتینگش رو چه حالتی باشه. اگه درست نست نشده باشه، امکان داره اون ستون تاریخاتون به هم بریزه. اوکی، خیلی خوب، بریم یه مدامش جلسه بعدی صحبت کنیم. فعلا خداحافظ.